سلام سلام دوستا و عزیزو، امیدوار هستم که خوش و سر حال باشین، شاد و موفق باشین. ما ایر خود درس گفته نمیتونم دوستا و عزیزو، چون این درس نیست و بله یک مشکل است. اگر شما هم با همچه مشکل سر خوردین میتونین این ویدیو را ببینین و کمک کنه شما را. یکی از امبتان های عزیزم به اینکه من باز کنم در یکی از صفحات فیسبوک، یک امبتان نازنین من به نام سوراب جان احمدی نوشته کرده وقتی یک ویدیو را در آفتر افکت ثبت میکنم بیخی زیاد حجم میگیرم، از 2 دقیقه ویدیو 10 جیبی ثبت میکنم. کسی میدانه سوال یه؟ یعنی هموطن نازنین ما مشکل داره و اون مشکل عبارت از ایست که وقتی یک ویدیو را داخل آفتر افکت میکنم و ویدیو هم حدود 10 ثانیه است، ولی حدود 10 جیبی حجم ویدیو بعد از اینکه رندر میکنه حجم ویدیو 10 جیبی است. و می آمدن نازنین ما پرسیده که این مشکل من چگونه حل کنم. ولی قبل از اینکه من برای می آمدن طریقی شو بگویم که چگونه این مشکل خود حل کنم، من از اکثر از دوستا و عزیزایی که به اصطلاح با کامپیوتر سر کار داره، ما یک خواهش جدی و برادرانه دارم به او عبارت از ایست که ببینین وقتی اگر وطن نازنین ما مشکل داره، یک سفر انسال کرده نمیتونه یا مثل سوراب جان عزیز مشکل داره، تا زمانی که شما 100% متعقن نیستین که این مشکل چگونه حل میشه بر هموطنتان نظر ندید. من میدانم میره از دلسوزی شما میکنین که مشکل از او هموطن حل شوه، ولی برای 1 دقیقه فکر کنین که شما یک مشکل دارین و 10 هموطن 10 طریقی مختلفه برای شما میگه. یکی میگه ویندوز پس از سر انسال کو، یکی میگه سافر پس از دوباره انسال کو، یکی میگه نمیدانم درایور دوباره آپدیت کو. یعنی هر نفر اما یک طریقه را میگه و زمانی که شخصی که مشکل داره وقتی تمام طریقه را به اصطلاح که دوستا و عزیزا مشوره میده، وقتی تمام طریقه را که او کار میکنه، نه تنها که مشکل از او حل نمیشه بلکه مشکل از او را چند برابر میکنه. به این خاطر زمانی که اگر مثلا شما خود در جای او قرار بدین، اگر مثلا زمانی که از شما یک سوال میپرسه، تا زمانی که 100% مطمئن نیستین که اینمی مشکل من یک زمان داشتم و اینی طریقه 100% او را حل میکنه، هیچ وقت نگوین برای مطمئنتان که چی کنه، به خاطر که شما مشکل از او را چند برابر میکنید. بر حالتش مگذاریم از این مهم بلای ازی که چگونه این مشکل سوراکیان عزیز خدا حل کنیم. در حدوب آفتر افکت به نظر من 2021 و 2022 2021 600% من مطمئن نیستم، ولی در سافر 2022 کمپنی ادوبی فرمات MP4 پس کرده از اونجا. یعنی شما زمانی که دیگه من دقیق بگویم که مشکل در کجاست، مشکل سوراب جان ما و چگونه را حل کنم، من آفتر افکت خود باز میکنم. دوستا و عزیزا شما میبینه، شما زمانی که در صفحه رندرتان میرین در این قسمت، زمانی که شما بالای اوتپوت کلیک میکنین، ببینید در این صفحه شما در اینجا کویک تایم میبینین، درست است؟ کسایی که با ادوبی آفتر افکت 2022 کار میکنن که همی آخرین ورژن است، که اتمن امتن عزیز هم از همی ورژن استفاده میکنن، شما زمانی که فرمات در این قسمت باز میکنین، در این قسمت اگر شما توجه کنین MP4 و MOV اینی 2 فرمات نداره. یعنی شما دیگه تمام اینی آپشن ها را در این قسمت فرمات ها را میبینین، ولی اینی 2 فرمات شما نمیبینین در اینجا. چرا نمیبینین این را؟ بخاطر که خود کمپنی ادوبی این 2 فرمات را نگذاشته در اینجا. چرا نگذاشته؟ یه قصه طولانی داره دوستا و عزیزا، از این مگذاریم، چون اگر من ایره تشریح کنم وقت بی نهایت زیاده میگیره، از این مگذاریم. من بلا ازی که چگونه این مشکل حل کنیم، به خاطر ازی که شما زمانی که فرمات کویک تایم همون ویدیویی که به اصطلاح 10 ثانیه شما استفاده میکنین، به خاطر از اینجا که در بست رندر حتما اتومات بست رندر است، به می خاطر از یک ویدیوی 10 ثانیه او ده جیبی برای شما درست میکنه. ولی خب چی کنیم که در اینجا اینی فرمات MP4 در این قسمت بیم، به این چی میکنیم؟ برای از این میرن دو صاحب نازنینا، یک سفر بسیار کوچک است حدود 30 MB به نام آفتر کودکس است. این من در این قسمت براتون به خصوص برای زمان وطن عزیزی که سوال کرده بود، آفتر کودکس شما ای را باید دانلود کنید و انسال کنید در کمپیوترتان.
بعد از اینکه ایره دانلود کردین و اینستال کردین در سافر بسیار کوچک است، جای زیاد را نمیگیره در کمپیوترتان. بعد از اینکه شما ایره دانلود کردین و اینستال کردین، اینی دو آپشن در این قسمت برای شما، اینی دو آپشن برای شما ام او وی و ام پی 4 را براتان میره. حالا ببینن ما در اینجا باشیم که ما یک انیمیشن بسیار ساده شما میبینید، بسیار ساده، حدود 10 ثانیه ما در اینجا درست کردیم. این اگر میشه از بسیار ساده کدام چیز مغلق و پیچیده هم نیست، ما ایره درست کردیم، حدود 8 ثانیه است. من میخواهیم که ایره رندر کنم. شما میرین بالای کمپوزیشن، ما میرین بالای رندر. شما ما ایره پلی رندر کردم، ایره دیلیت کنم. شما میرین در این قسمت، در قسمت رندر، و در این قسمت اوتپوت که در پیشونیش کویک تایم و همی خط آبیس برایش کلک میکنین، لینک آبیس کلک میکنین، همچه صفحه برای شما باز میشه. از اینجا بعد از اینکه همی صفحه را اینسال کردین، شما در اینجا آپشن این پی پور را دارین، کلک کنین برایش. بعد از اینکه کلک کردین در این قسمت، اگر ای خوبی از این آفتر کودکس خوبی ازی در چی هست دوستا و عزیزا، که زمانی که شما بالای در این قسمت فرمات این پی پور را انتخاب کردین، بالای فرمات آپشن کلک میکنین، شما همچون صفحه برای شما باز میشه. در این قسمت اینی جمعیم از امی هموطن نازنینی که پرسیده بود، سوال کرده بود که فرما امی کود را که برای ویدیو استفاده میکنیم باید H.264 H.264 باشه. اینی مهم است. اگر باز میکنید کوشش کنید که اینی آپشن اولی را. ای چی هست؟ امی کود، ای کود به این که براتان چی رقم میده تشریح کنم، ای کود خوب نیست برای، یعنی کود خوب خوب است ولی کود بست، یعنی بهترین کود نیست برای ویدیو، ولی یه شکل چی هست هموطنان عزیز، شکل فرمات جی پی که عکس است. همین فرمات جی پی که ما هر روز استفادهش میکنیم، فرمات جی پی بهترین فرمات نیست برای عکس، ولی خوبی فرمات جی پی به چی هست که اما کوالیتی عکس متوسط است با فرمات بسیار کم، چی سایزش بسیار کم است. اینمی فرمات، اینمی کود H.264 عین فرمات، عین فرمات جی پی است، کم داره، کیفیت متوسط داره، یعنی عین چیز است که شما در عکس با فرمات جی پی است. خوبی از این صفحه در کجا است امتن های عزیز گرامی، که شما خودتان میتونید در اینجا اندازه که به کدام کیفیت و به کدام به اصطلاح حجم فایلتان به کدام اندازه باشه. شما میبینید که همین فایل را که 10 ثانیه است که همین انیمیشن را که من درست کردیم 264 MB است. اگر من از اینجا ایره زیاد کردم میرم، شما میبینید که هر قدر میره بالا کردم میرم، اندازش زیاد کردم میرم، کیفیت ویدیو بلند شده میره، ولی حجم فایل را که من در اونجا قسمت برای اصلا بعد از رندر برای من درست میکنه، حجم فایل هم زیاد شده میره. یعنی شما از این قسمت میتونین که خودتا شما همی لازم میبینین این تقریبا یکونیم جی بی درست که تمی فایل دستانه ایره، ولی خب ما شما کوشش کنین که از 200 شروع کنین، 200 این بی را برنامه آفترفه بسیار زود رندر میکنه برای شما. از دو ساعت شروع کنید ببینید، اگر کیفیتش بدلتان بود نگاه کنید تمام، ولی اگر کیفیتش بدلتان نبود بعد از او با شما میتونید مثلا 500 ام بی درستش کنید. یک بار دیگر رندر کنید ببینید، چون تا یک جی بی آفتر پیک بسیار زود رندر میکنه، یعنی شما با مشکل بسیار کلان سر نمیخورید، وقت زیادتان نمیگیره، ولی اگر شما در جی بی رندر کنید بسیار زیاد تقریبا 2-3 ساعت وقت و کمپیوتر نظر به هیچی کمپیوتر هست، یعنی وقت بینای زیاد شما رو بینید. اینی بود مشکل عمده و اساسیه که همی هموطن نازنین و گرامی ما داشتن. امیدوار هستم که مشکل ایشان و مشکل شما جوان نازنین حل شده باشه. شما در هر جای که هستید شاد، خوش و موفق باشید.